مشخص میشه که بازیکنان پرتغال چقدر سست عنصرن، سریع با یه حرکت پخش زمین میشن. بازی رو میبینیم که وای لاپای صورت و هیچ مزه ایلیه نداره فوتبال بازی این دو چهره. اوه وسط حرفای من چه گلی میزنه کوارشما. خب سلام عرض میکنم خدمت مخاطبای کانال 2MT. امروز یه برنامه فوق‌العاده جذاب داریم که تا حالا نمونهش تو ایران و جهان و کهکشان نبوده. قراره خانما فوتبال گزارش کنن، خیلی هم باحال و با نمک. بله مثلا اولین بار در تاریخ تصویر ما داریم این کارو. بله ما دو گزارشگر داریم، خانم تنین نادلی و خانم سپید یمینی که هر کدوم قراره بازی ایران و پرتغال رو براتون گزارش کنن در جهانی روسیه، ورزشگاه روبین کازان. نه استرا استراماچونی مارادویا در شهر ساراس. آقا من یه چیزی بگم، من مطمئنم این دو نفر از تمام گزارشگرای فوتبال ایران جز عادل فردوسی پور بهتر گزارش خواهند کرد. تو ام تی رو سابسکرایب کنید، زنگوله بیساب رو بزنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد و شما تو کامنت ها بهمون بگید که کدوم یک از گزارشگرامون تنین یا سپیده با مزه تر و با حال تر گزارش کرد. تو کامنت ها بسام بنویسید نظرتون رو بگید. بریم گزارش تنین سپیده رو ببینید. سلام، خیلی خوشحالم که با گزارش این بازی مهیج فوتبال امروز در خدمتتون هستم. آقا یه بار دیگه بریم، آقا یه بار دیگه بریم، من جوابم خراب میشه. استادیوم روسیه، شهر سارانس، این ورزشگاه، ورزشگاه مارادویا آرانا. بله تماشاشی ایرانی رو میبینیم، ماشالله ماشالله ایرانی رو میبینیم. رونالدو، رونالدوی عزیز رو میبینیم که قراره ایران بازی کنه. مطمئنم کلی ذوق و شوق داره. تان تیم در ابتدای صف ایستاده و میخواد که به بازی وارد بشه. برای اینکه وارد زمین بشن به ایران منو میبینیم که یه سر کردن از بقیه بلندتره. رونالدو رو داره نشون میده. اشکی مثلا با آلمان آرزو میکردم که این بازی با آلمان بود و میدونید که علاقه شخصی من به تیم ملی آلمانه. به هر حال ادامه میدیم بازی رو. بازیکنان دارن با هم دست میدن، از آوران شروع میشه تا بازیکنان ایرانی. بازیکنان ایرانی رو نشون میده سردار آزمون طارمی و این هم کریس رونالدو. منصوریان با همون موهای مثل همیشه از ته تراشیده و کاپیتان تیم ملی ایران که کیه؟ این آقای کی؟ آقای هایستر. آقای هایستر، آقای مهندس هایستر رونالدو رو میبینیم. شماره هفت به یاد ماندنی. بازی شروع میشه، پاسکاری ها شروع میشه. باریکلا چه میکنن این بچه های ایرانی. همین ابتدای کار به نظر حمله ای داشت صورت میگرفت به سمت دروازه ما. چه اتفاقی داره میفته همین اول بازی؟ خدای من یه مقدار استدیو گرمه ببخشید هموطنان عزیزم. بله خطای یکی از بازیکنان ایران به روی یکی از بازیکنان پرتغال. ترام معذرت خواهی میکنه ازش چون میدونه تقصیرمونه. برمیگردیم به بازی، زمین طرف دروازه ماست. بیرامن میگیره، بیرامن با اون دستان آجوری میگیره. بجی کردستان، البته بگی نمیکنم کردستان باشه، اطلاعات صحیح و بله دوستان من اشاره میکنن که کرد لورستان. بله این وسط چی شد؟ بیرامن این وسط عصبانی بین بازیکنان تیم خودمون به وجود اومده. حالا یکم این مسالمت ها میسترم با هم دیگه میتونن رفتار کنن به دلیل آبروی کشورمون. به هر حال بازی ادامه پیدا میکنه و صحنه آهسته لحظات قبل رو میبینید که بچه های ایران دارن تلاش میکنن که توپو هدایت کنن اون ور دروازه. بله تلاش بچه های رضایان رو میبینید. بیرانوند شماره یک زمینه
ایرانی ها. خطا ایجاد شد، کریستیانو پشت توپ خودش یه زد، بیرانون گرد میزنه. بیرانون نه ببخشید، رونالدو، معذرت میخوام. های ایران چه جور قد بلندی میکنن که بتونن جلوی توپ ها بگیرن. رونالدو خنده های هیستریک میکنه و عصبیه، هشنگ مشخصه. یه خطایی دیگه این سمت زمین صورت گرفته، یکی از بازیکنان پرتغال یکی از بچه های تیم ملی ما رو به زمین انداخت و بعد خودش رو میندازه. چه اتفاقی افتاد اینجا؟ چه اتفاقی میفته؟ بازیکنان دارن با داور رضاییان اب ضربه ای زد، باری کلا رامین رضاییان انصافا خوب زد و چه شانسی آورد دروازه‌بان تیم پرتغال. و والا از اون کریستیانو رونالدو خیلی بهتر زد. آفرین، اشکال نداره. هیچ میدونید که هیچ کدوم اینا از امتیازات ما که هیچی از بچه‌های ما کم نمی‌کنه. این شکست‌ها، این ناکامی‌ها، این گل نزدن‌ها، هیچ کدوم از ارزش چیزی کم نمی‌کنه. فقط من نمی‌دونم ارزش‌ها رو چی ایجاد می‌کنه. عزت اللهی بود اگه اشتباه نکنم، پاش میخوره به آخ صورت دروازه با. باید خیلی مراقب باشن که اتفاقی نیفته برای بچه های پرتغال. آخ متاسفانه من خیلی هیجان انگیزم و حس میکنم که من اون دردو کشیدم. آری کیروشو میبینی چه تلاشی میکنه برای اینکه بخواد اطلاعاتی از این ور زمین به اون ور زمین برسونه. امسال ما دو چهره محبوبمون رو متاسفانه دیگه در فوتبال نداریم، عادل فردوسی بود و کارلوس کیروش، و هیچ مزه‌ای دیگه نداره فوتبال بدون این دو چهره. اوه وسط حرفای من چه گلی میزنه کوارشما. بازیکن پرتغال میبینیم که اصلا براش مهم نیست، گویا اون گلو زده. گول متاسفانه دستان بیرانوند این توپو رد میکنه. وای عیبی نداره. خب متاسفانه توپ از گوشه دستاش رد شد. هیکلو ببین، تتوها رو ببین. این تتوها رو بعید میدونم بتونیم نشون بدیم توی تلویزیون ایران، پس باید یه آبجوری بذاریم جلو. یک بر هیچ به سود تیم پرتغال با گلی که کوارشما بله نیمه دوم شروع شد و از همین ابتدای نیمه دوم کریستیانو رونالدو شاکیه. داور باید اینجا تصمیم بگیره، داور بودن خیلی شغل سختی. رونالدو من اوه پا رفت داخلم و کارت زرد میگیره. حالا من نمیدونم عزت‌اللهی یا بازیکن پرتغالی، بازیکن شماره 6 پرتغالی. دوباره برمیگردیم به بازی. نه اون لحظات آهسته پیش بازی نه نه مزد بخواب، این اصلا گلیه که تیم پرسپولیس در ابتدای بازی زد. خب تصاویر بله، من دیگه چون جابجا شدیم بیایم اینجا برای پلاتوی پایانی دیگه. صحنه را دوستان کمک کردن و صحنه های گل رو خب من جا بیاشون اومدیم، فقط یه رسیدم که گل داده شد. اگر درست یادم باشه کریستیانو رونالدو از بین تمام بازیکنان زمین در این بازی امتیازش پایین تر بود. فکر میکنم که این درست یادم مونده. بسیار ضعیف حاضر شد در بازی برابر با ایران. زمین خارج میشه و جاشو میده به یه بازیکن دیگه. حالا میبینیم که از وسط زمین الکی شوت میزنن و هیچ گلی صورت نمیگیره. من نمیدونم این بازیکن پرتغال چی یاد گرفته. به نظر بله هنده، کاملا مشخصه که هنده و من نمیدونم داور داره به چی فکر میکنه. من نمیدونم داور چرا انقدر کنده. بله پنالتی، پنالتی به نفع ایران. باریکلا گل 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 برای ایران. گل، خوشحالی ظریف و کوچک کیروش. باریکلا انصاری فرد، شالا به این همه حیو قدرت. باریکلا اسم اینو یکی به من بگه. شماره 10 تا
تماشاگران ایرانی رو ببینیم که چقدر خوشحال از اینکه پول دادن اومدن تو این مارادونا. یا امام رضا، یا امام رضا، این گل نشد. یا فاطمه زهرا، چرا تو اینو گل نکردی؟ تارمی، 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 چرا تارمی؟ و باز هم ما مردم ایران که همیشه باید حسرت به دل باقی بمونیم و شکست بخوریم و به مراحل بعدی راه پیدا نکنیم. با تشکر از تمام دوستان من پشت صحنه، روی صحنه، روی زمین، با قدرت، عیبی نداره، ایشالا دفعه دیگه ما برنده میشیم و تارمی گن نمیزنه. با تشکر. خسته شدم. چرا این صحنه آهسته نشده؟ هرکس اون بقاله است، هرکس اون نونوه است.